مقامات مقابله با تروریسم مالزی شش متهم به نقش داشتن در فعالیت‌های مرتبط با سنی‌های تندروی داعش را بازداشت کردند. این شش شهروند مالزیایی در فاصله 24 مارس تا 25 آوریل، 4 فروردین تا 5 اردیبهشت بازداشت شدند و دو تن از آنها زن هستند. بازرس کل پلیس مالزی روز چهارشنبه با اعلام جزئیات اطلاعات دستگیر شدگان گفت یکی از متهمان مرد در پیانینگ دستگیر شده است. و چهل و یک ساله و بیکار بوده و از طریق پانزده حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی فیسبوک در خصوص تبلیغ گروه تروریستی داعش فعالیت داشته است. به گفته وی این فرد همچنین قصد داشته یک مسجد شیعیان را در پیانینگ هدف حمله تروریستی قرار دهد. دو متهم تروریست دیگر 26 و 41 ساله هستند که به دلیل قاچاق اسلحه از جنوب تایلند به مالزی در ایالت کلاتان دستگیر شدند. متهم دیگر مردی 27 ساله است که با سه اسلحه به جنوب تایلند فرار کرده بود اما در نهایت توسط نیروهای امنیتی مالزی بازداشت شد. با دیگری که چهارم آوریل در فرودگاه بین المللی شهر کوالالامپور بازداشت شده یک دانشجوی دختر است که قصد داشته از طریق مالزی به ترکیه برود و سپس به سنی تندرو ملحق شود یک مرد چهل و یک ساله و بیکار که پیشتر نیز با داعش همکاری داشته در ایالت مالاکا و یک زن سی و دو ساله در ایالت جوهر به دلیل تبلیغ داعش از طریق گوگل پلاس از دیگر بازداشت شدگان مالزیایی هستند شنیده ذکر است مالزی تا کنون بیش از 300 نفر را به اتهام فعالیت‌های تروریستی مرتبط با سنی‌های تندروی داعش بازداشت کرده است. رقمی که از سال 2013 میلادی تا کنون همچنان رو به افزایش است.